خبری از افغانستان. نهادهای بین المللی حمایت از کودکان در مورد سلامت کودکان شیرخوار در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کردند. انجمن فرانسوی موسوم به کمک‌های اولیه فوری در گزارش تازه خود گفته که بیش از نیمی از کودکان نوزاد در افغانستان از امتیازاتی که کودکان شیرخوار باید داشته باشند محرومند. در این گزارش آمده که مادران در افغانستان بنابر دلایل مختلف از جمله جنگ، فقر و رسوم ناپسند نمی توانند شیردهی را ادامه دهند. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در افغانستان به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر می گوید که دست کم 37% نوزادان در افغانستان با شیر مادر تغذیه نمی شوند. مسئول ارتباطات یونیسف روز سه‌شنبه 10 مرداد با نشر یک پیام تصویری گفته است که بر بنیاد اصول اولیه نوزادان باید در 6 ماه اول زندگیشان تنها با شیر مادر تغذیه شوند و سپس غذاهای دیگر در کنار شیر مادر تا 2 سال برایشان داده شود. او افزوده است در افغانستان تنها 63% از نوزادان در 6 ماه اول با شیر مادر تغذیه می شوند. این نهاد همچنان بر ادامه کار مشاوران و کارمندان زن در بخش تغذیه در افغانستان تأکید کرده است. این در حالی است که با تسلط گروه طالبان در افغانستان و افزایش فقر در این کشور، نهادهای مددرسان همواره از وضعیت بد کودکان و خانواده ها ابراز نگرانی کردند. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص، از کابل با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. تغذیه با شیر مادر برای هر نوزاد چقدر مهم و ضروری است؟ بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و همه دوستان و بینندگان محترم، السلام علیکم یا ابا عبدالله. به ارتباط اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر همین بس عرض بکنم که شیر مادر یک غذای کامل هست که کودک را در 6 ماه اول حیات از هر گونه غذای دیگر بی نیاز میکنه و تمام مواد لازم و مورد نیاز بدن کودک به وسیله شیر مادر برطرف میشه و این مواد در شیر مادر وجود داره. یعنی کودک در 6 ماه اول هیچ نیاز به غذای جامد به آب و همچنین به شیر خشک ندارد. شیر مادر برای محافظت نوزاد از بیماری های مختلف مثل ویروس های معده، مثل اسهالات، امراض دستگاه تنفسی سفلی، عفونت های گوش و مننژیت و اینا بسیار کمک کننده هست. شیر مادر در ترکیب خود ایمنوگلوبولین ترشحی ای داره که به مقدار زیاد در آغوز یا در همان اولین شیر مادر در 48 ساعت اول بعد از زایمان وجود داره که اینها بسیار در محافظت کودک از امراض مختلف کمک میکنه. شیر مادر دارای ترکیبات زنده مثل سلولهای بنیادی، گلوبولهای صفیر، باکتریهای مفید، انتیبادی ها، انزایم ها، هورمون ها، همه اینها برای مبارزه با عفونت و جلوگیری از امراض و اینا و همچنین برای رشد طبیعی کودک، برای رشد ذهنی کودک، برای رشد عاطفی کودک کمک کننده هست. و همچنین یک نکته بسیار جالب این است که در خود شیر مادر سطح اکسیتوسین وجود کودک را بالا میبره و اینا برای مقابله با استرس در بزرگسالی برای کودک کمک کننده هست. البته باز هم یادآوری بکنم امراض دیگری مثل دیابت 1، دیابت نوع 2، استما که به نام آسم یاد میشه، الرژی ها، اکزیما، کولیت و همچنین برخی سرطان ها تحقیقات نشان میده که اینا با گرفتن شیر مادر در وجود کودک میزانش در تمام طول حیات بسیار پایین میاد و کاملا بی‌نظیر هست. و اگر هم کودک و یا خود شخصی که در کودکی شیر مادر به اندازه کافی گرفته
میتونه که اگر مبتلا بشه این ابتلا بسیار ابتلای خفیف خواهد بود. بله. بنابراین میتونیم بگیم که شیر مادر حق مسلم کودک هست در برای 2 سال و باید هم از این استفاده بکنه. بله جناب دکتر، عدم تغذیه نوزاد با شیر مادر به ویژه در کشورهای فقیر از جمله افغانستان چه پیامدهایی را در پی داره؟ عدم فراهم بودن شیر مادر برای کودک پیامدهای بسیار منفی و ناگوار برای کودکان دارد. تمام امراضی که من اینجا عرض کردم بخشی از آن امراضی است که از عدم گرفتن شیر مادر با وجود میاد و سطح بیماری های مختلف در کودکان در سطح جامعه بسیار بالا خواهد برد و گراف آن را بسیار بالا خواهد برد و ویروس های مختلف، امراض مختلف، حالا همچنان که عرض کردم اسهالات، امراض دستگاه تنفسی، عفونت و بالاخره میتونم بگم میزان مرگ و میر کودکان با نگرفتن شیر مادر بسیار بالا خواهد رفت و این یک فاجعه بشری خواهد بود. البته در افغانستان متاسفانه همچنان که در اخبار گفته شد این معضل در سطح کشور وجود داره به سطح همچنین به پیمانه بسیار وسیع و علت اصلیش هم فقر هست. مادران شیرده در سطح کشور افغانستان تغذیه درست نمیشن تا شیر کافی برای کودکشان داشته باشن. بله، با تشکر از دکتر سید علی مصباح که از کابل با ما همراه بودند.